با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی توسعه برنامه نویسی اندروید بر پایه جاوا. در این جلسه و انشاءالله در چند جلسه آینده قصد داریم به یکی از مباحث مهم در برنامه نویسی اشاره بکنیم، بحث شیگرایی و مفاهیم Object Oriented یا همون شیگرایی. بارها تا اینجای کار به این موضوع پرداختیم و گفتیم که زبان جاوا یک زبان شیگراست، اما خب در رابطه با اینکه اصلا مفهوم شیگرایی چه هست و به چه معناست صحبتی نکردیم. در این جلسه ما قصد داریم ابتدا به بحث شی و کلاس در مبحث شیگرایی بپردازیم و در جلسات آینده به روابط بین کلاس ها، اینترفیس ها و ارسبری، مفهوم ابسترکت و غیره خواهیم پرداخت. های مفاهیمی که حالا ما در بحث Object Oriented داریم و در بحث شیگرایی به تعبیر دیگر داریم. و در این جلسه خب یکی از مهمترین مباحث و مفاهیم در بحث شیگرایی همین بحث شی و کلاس هست. پایه کار ما بحث شی و کلاس هست و در این جلسه ابتداعاً به این موضوع میپردازیم. برای اینکه ما بتونیم حالا یک مقدار ملموستر هم با این موضوع آشنا بشیم و خیلی تئوری به بحث شیگرایی نپردازیم، من سعی کردم یک پروژه رو در محیط اندروید استودیو ایجاد بکنم تحت عنوان Object Oriented Programming Project OOP Project یا هم برنامه نویسی شیگرا، و در این پروژه سعی میکنه به مهمترین و اساسی ترین مفاهیم شیگرایی در زبان جاوا بپردازیم. بسیار خوب، بریم سراغ بحث امروزمون. برای شروع ابتدا لازم هست که ما با مفهوم شی آشنا بشیم. خب ببین دوستان من، خیلی ساده اگر بخوایم بهش بپردازیم بایستی بگیم هر چیزی یک شی هست. شما در اطراف خودتون نگاه بکنید، هر چیزی یک شی هست، اهم از یک انسان، حیوان، گیاه، خودکار، کامپیوتر شما، موس شما، کیبورد شما، گوشی تلفن شما و و و و, و. همه اینها یک شی هستند و اگر یک مقدار دقیق تر بهشون نگاه کنیم میبینیم که همه اینها یک سری ویژگی دارند. ما در زبان برنامه نویسی میگیم که اشیا داره یک سری اتریبیوت هستند، یک سری اتریبیوت ها رو دارند. دقیقا مشابه همین مفهوم شی رو در دنیای اطراف ما در زبان برنامه نویسی هم ما همین مفهوم رو داریم و میتونیم یک شی رو داشته باشیم که دارای یک سری ویژگی ها یا به تعبیر دیگر دارای یک سری اتریبیوت هاست. بسیار خوب، موضوع دیگری که در رابطه با اشیاء وجود داره این هست که وقتی ما یک سری اشیاء از یک نوع داریم، به عنوان مثال ما خب انسان‌های زیادی وجود دارن، همه ما هم یک شی هست، انسان‌ها یک شی هستند، همه هم از یک نوع هستیم، از نوع انسان هستیم، درست شد؟ و یک سری ویژگی هایی داریم، به عنوان یک انسان یک سری ویژگی هایی داریم، قدر داریم، وزن داریم، اسم داریم و غیره. اما همه ما دارای یک شناسه هستیم، به عنوان مثلا یک اثر انگشت داریم که باعث تمایز ما با همدیگه میشه. پس همه اشیا میتونن دارای یک شناسه باشن، اشیا دارای یک شناسه هستند که باعث تمایز اونها از سایر اشیا میشه. اگه دو شی رو از یک نوع داشته باشیم، این دو شی هر کدوم داره یک شناسه‌ای هستن که باعث تمایزشون از همدیگه میشه و یه سری ویژگی های هم مشترک رو دارن. و اینکه اشیا داره یک رفتار هستن، یک عملکر رو دارن. به عنوان مثال وقتی شما یک خودکار رو یک شی اگه در نظر بگیرید، خب رفتار این خودکار این هست که بنویسه. اوکی؟ پس اشیا داره یک رفتار، داره یک عملکرد هستند.
با این مفهوم پس خیلی ساده ما بهش نگاه کردیم، نیومدیم از تعریف های تئوری درون کتاب ها بگیم و به عنوان مثال مطرح بکنیم که یک شی یک نمونه موجود از یک مفهوم انتزاعی است که کمی شاید قابل درک نباشه. اما خیلی ساده اگر ما بگیم که هر چیزی در دنیای اطراف ما یه شی هست، ما در زبان برنامه نویسیم دقیقا مشابه همون رو، همونطور که اشیا دارای ویژگی بودند، دارای شناسه بودند و دارای یک رفتار بودند، در زبان برنامه نویسی هم وقتی ما یک شی رو میسازیم، این شی دارای یک سری ویژگی هاست، دارای شناسه هست و دارای یک رفتار و یک عمل کردی رو هست. اما کلاس چی هست؟ خب شی رو فهمیدیم، یک مقدمه‌ای راجبش گفتیم، یک خلاصه‌ای رو بهش برداختیم، اما کلاس چی هست؟ کلاس در حقیقت یک نقشه و یا الگو هست که ما اشیا رو از روی اونها میسازیم. برای که به عنوان مثال ما یک گوشی تلفن رو بسازیم، خب از قبل یک نقشه ای رو آماده کرده کارخونه و بر اساس اون نقشه میاد گوشی های مختلف رو تولید میکنه. ازش هزار نوع از اون نقشه هزار تا گوشی میسازه. پس در زبان برنامه نویسی ما اون نقشه یا الگو رو تحت عنوان کلاس میشناسیم. یک کلاس داریم، یک سری متغیرها یا فیلدهایی درونش تعریف شده، میتونه درون این کلاس یک سری متدهای توابع تعریف بکنیم، میتونه درون این کلاس یک سری کلاس‌های دیگر وجود داشته باشه، نقشه‌های دیگری درون یک نقشه قرار گرفته باشه، درسته؟ و ما بر از روی این کلاس میایم چیکار میکنیم؟ از روی این نقشه میایم اشیاء مختلفی رو میسازیم، هزار تا شی میسازیم. اوکی؟ بسیار خوب. این یک مقدمه بود در رابطه با بحث کلاس و شی. حالا بیایم در یک پروژه با طرز برنامه اندروید چطور میتونیم یک کلاس ایجاد بکنیم، یک شی از اون کلاس بسازیم، براش ویژگی های مختلفی رو تعیین بکنیم، اون ویژگی ها رو بهشون دسترسی پیدا بکنیم، تغییرشون بدیم و از اینجور موارد. خب همونطور که قبلا هم خدمت شما دوستان عرض کردیم، وقتی شما یک پروژه رو در محیط اندروید استودیو ایجاد میکنید، به صورت پیش‌فرض ما یک کلاس رو براش در نظر، یک اکتیویتی رو براش در نظر میگرفتیم و حالا اسمش از مین اکتیویتی بنده همیشه تغییر میدم به لانچ اکتیویتی. خدمت شما دوستان عرض کردیم که این لانچ اکتیویتی، این اکتیویتی پیش‌فرضی که در پروژه ما ایجاد میشه، یک کلاس هست. یک کلاس هست که درونش حالا یک متد تعریف شده، میتونستیم متدهای دیگری رو درون این کلاس تعریف بکنیم، میتونستیم متغیرها یا فیلدهایی رو درون این کلاس تعریف بکنیم. اما چطور میتونیم حالا خودمون یک کلاس ایجاد بکنیم؟ دقت داشته باشیم به این مفهوم حالا اکستند شدن، فعلا ما نمیپرزیم در این جلسه. این برمیگرده به بحث همون ارسبری و روابط بین کلاس ها که شما در جلسات آینده بهشون خواهیم پرداخت. در این جلسه ما قصد داریم یک کلاس بسازیم و از روی این کلاس یک شی ایجاد بکنیم، چندین شی رو بسازیم، ویژگی مختلف هاشون تعیین بکنیم و ببینیم این ویژگی ها رو و چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. بسیار خوب. من قصد دارم برای شروع یک کلاس رو در پروژه‌ام ایجاد بکنم. کافیه در دایرکتوری جاوا، دایرکتوری مربوط به پروژه پکیج من، بر روی این پکیج کلیک راست بکنم، گزینه نیو و جاوا کلاس رو بزنم. باید برای کلاسمون یک نام تعیین بکنیم، مثل لانچ اکتیویتی. حالا اینجا یک نام برای کلاسم تعیین میکنم، میذارم انیمال. در قسمت بعد، فیلد بعدی که در این پنجره میبینید، از من میخواد که نوع این فایلی رو که قراره ایجاد بکنم مشخص بکنم. به صورت پیش‌فرضی کلاس هست، اما میتونه اینترفیس باشه، اینام باشه، به صورت سینگلتون میخواییم پیاده سازی بشه و خب کاری به قسمت‌های دیگه نداریم فعلا و در این جلسه قسمی کلاس ایجاد کنیم. پس بایستی روی همون گزینه کلاس قرارش بدیم. میخواییم در همین پکیج هم قرار داشته باشه و نهایتاً ویزیبیلیتیش یا نحوه نمایشش میخواییم که پابلیک باشه، در همه جا قابل دسترسی باشه، در همه کلاس ها، و مودیفایرزش هم نان هست. حالا کاری به بحث ابسترکت و فاینال هم نداریم و اوکی میزنم.
میبینید که یک کلاس برای من درون این پکیج ساخته شد تحت عنوان انیمال و سطح دسترسیش هم پابلیک است. یک مقدار من بر روی این کلاس زوم میکنم و ببینیم که چطور میتونیم برای این کلاس یک سری در این کلاس متغیرهای تعریف بکنیم و نهایتاً از روی این کلاس یک شی بسازیم. خب در اینجا من به حالا به دو تا از سطوح دسترسی پابلیک و پرایویت اشاره خواهم کرد. حالا بحث پروتکتد رو هم انشاءالله در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت که حالا سطح دسترسی پروتکتد به چه معناست. اگر من سطح دسترسی این کلاس رو به جای پابلیک پرایویت قرار بدم، خب ببین اولا به من خطا میگیره اصلا، خب چون خب یک همچین چیزی برای ما کلاس ما نمیتونیم سطح دسترسی پرایویت رو تعریف بکنیم و بایستی حتما پابلیک باشه، چون که اگر ما یک کلاس رو پرایویت تعریف بکنیم عملا به این معنی است که این کلاس رو قابل دسترسی بهش نخواهیم بود. درست شد. پس نکته اول این که من سطح دسترسی این کلاس رو نمیتونم پرایویت تعریف بکنم، چون از یک چیز بی‌معناست. ما یک کلاس رو میسازیم که بهش دسترسی داشته باشیم، وقتی پرایویت تعریفش میکنیم یعنی که هیچ دسترسی بهش نداریم. خب اجازه بدید درون این کلاس یک متغیر تعریف بکنیم. من قصدم این متغیر مثلا با نام نیم تعیین بکنم و تایپش رو هم استرینگ قرار بدم. این رو استرینگ میذارم و میذارم نیم. به همین سادگی. خدمت شما دوستان عرض شد که اگر ما برای یک متغیر سطح دسترسی مشخص نکنیم، یعنی نگیم پابلیک هست یا پرایویت، به صورت پیش‌فرض پرایویت هست. بنابراین من در اینجا این رو پرایویت میتونم بنویسم میتونم ننویسم، در هر حال به همین معناست. خب قصد دارم یک متغیر دیگری رو هم باز پرایویت تعریف بکنم، از نوع اینتیجر باشه و سن انیمال رو به من نشون بده و یک متغیر دیگه باز از نوع اینتیجر و وزن رو نشون بده. به این صورت بسیار عالی. خب چطور میتونیم از روی این کلاس یک شی بسازیم؟ ما یک کلاس ساختیم که داره یک سری متغیر هاست. میتونیم درون این کلاس یک متد قرار بدیم به عنوان مثال. خیلی راحت میتونیم یک متد تعریف بکنیم. چطور؟ کافی بود ابتدا سطح دسترسیش رو مشخص بکنیم. در جلسه ای که ما در رابطه با متدها صحبت کردیم گفتیم که ما به صورت پیشرفت در اون جلسه گفتیم همه متدهامون رو پرایوت تعریف میکنیم، اما در این جلسه قصد داریم حالا با مفهوم پابلیک و پرایوت یه مقدار بیشتر آشنا بشیم و تفاوتشون رو متوجه بشیم. فعلا من همون پرایویت تعریف میکنم این متدم رو، قصد ندارم هیچ گونه خروجی برای من داشته باشه و اسمش رو به مثال میذارم set name و خب یک ورودی میخوام بهش بدم string باشه، value اسمش رو میذارم و این متد قرار هست name رو مساوی قرار بده با value. کارش این هست. متغیر نیم رو مقدار ولی رو درون متغیر نیم قرار بده. خب نکته اول ببینید دوستان من این متغیر رو پرایویت تعریف کردم و به این متغیر درون همین کلاس دسترسی داشتم. میتونستم براش مقدار ست بکنم. درسته؟ خب بیایم ببینیم چطور میتونیم از روی این کلاس یک شی بسازیم، یک آبجکت بسازیم. من قصدم در کلاس لانچ اکتیویتی یک شی بسازم از انیمال. خیلی راحت این کار رو انجام میدیم. کافیه من بنویسم انیمال، یک نام برای این آبجکتم برای این شیم تعیین میکنم. اسمشو میتونم بذارم انیمال، میتونم اسمشو بذارم داگ، هر چیزی میتونم یک اسم قصدم باشه یک اسم. من اسمشو میذارم همون انیمال با ای کوچیک مینویسم و مساویس با از کلمه کلیدی نیو استفاده می کنیم، انیمال پرانتز باز بسته و تمام. پس انیمال یک شی از کلاس انیمال هست. یا بذاریم مثلا به جای اینکه بذاریم انیمال بذاریم مای انیمال،
اسمش رو یک مقدار شاید حالا که خیلی گیج نشیم با این که این انیمال شی هست، این انیمال کلاس هست. پس مای انیمال یک شی هست از کلاس انیمال. خب ببینیم آیا من به این متغیرها دسترسی دارم، من یک شی ساختم دیگه. خب اگر بنویسم مای انیمال دات، ببینید که من به هیچ کنون از متغیرهایی که درون این کلاس تعریف کردم دسترسی ندارم. علت چی هست؟ علت اینی که من این متغیرها رو پرایویت تعریف کردم. پس بهتر متوجه شدید وقتی ما یک متغیر، یک متدی رو در اون یک کلاس سطح دسترسیش رو پرایویت تعیین می‌کنیم، به این معناست که اون متد و یا اون متغیر فقط و فقط درون این کلاس قابل دسترسی هست. من درون این کلاس میتونم به متد set name دسترسی داشته باشم، اما خارج از این کلاس دیدیم که نمیتونیم متد set name رو فراخوانی بکنیم. حتی اگر اینجا میذارم set name، میبینی اصلا همچین متدی وجود نداره برای من. خب چطور میتونم درون کلاس launch activity به متد set name دسترسی داشته باشم؟ کافیه من بیام این متد رو سطح دسترسیش رو از پرایویت به پابلیک تغییر بدم. این بار اگر بیام در کلاس launch activity و بنویسم my animal dot، ببینید که متد set name برای من دیگه قابل فراخوانی هست. میتونم set name رو فراخوانی بکنم و یک نام به مثال duck. یه بار دارم اجازه بدید من بر روی کدهای این صفحه هم زوم بکنم که شما بهتر ببینید کدها رو. پس متد set name قابل فراخوانی شد چون سطح دسترسیش رو پابلیک تعریف کردیم. اگر سطح دسترسی متد set name پرایویت بود نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. دیدید که به عنوان مثال اگر من یک متد دیگری رو این بار تعریف بکنم پرایویت و این متد قصد دارم یک مقداری رو برای من برگرده، این مقدار رشته رو، استرینگ رو، به جای اینکه خروجیش void باشه میخوام خروجیش یک استرینگ باشه و اسمش رو میذارم get name. ورودی رو نمیخوام داشته باشه اما قصد دارم مقدار متغیر name رو برگردن برای من. کافی اینجا بنویسم return name، برگردون مقدار متغیر نیم رو. خب متد get name سطح دسترسیش پرایویت هست و من در این کلاس نمیتونم به مقدار این به این متد دسترسی داشته باشم. my animal dot، ببینید که get name نداریم اما set name رو داریم. به محض اینکه من بیام این متد رو سطح دسترسیش رو از پرایویت به پابلیک تغییر بدم، این بار اگر بنویسم داد میبینید که متد get name هم قابل فراخوانی هست و یک مقدار استرینگ رو داره من میگه برمیگردونه این متد. همین کار رو ما در رابطه با متغیرها هم داریم. متغیرها هم میتونن سطح دسترسی پرایویت و یا سطح دسترسی پابلیک داشته باشند. من در حال حاضر به متغیرها دسترسی ندارم. اگر بنویسم my animal dot name نمیتونم به متغیر دسترسی داشتم. اگر قصد داشته باشم مقداری رو برای این متغیر name set بکنم، بایستی از این متد set name استفاده بکنم که سطح دسترسی public داره. اما اگر من بیام name رو مقدارش رو public، سطح دسترسیش رو پابلیک تعریف بکنم، این بار میتونم بنویسم my animal dot name و به عنوان مثال نیمش رو قرار بدم dog. خب یک بار این متد ها رو من بر میدارم و این متغیرها رو سطح دسترسیشون رو پابلیک میکنم. خب این متدهای دیگه با این نام وجود ندارن و من خطا میده اندروید، اما میتونم نام رو به این شکل تعیین بکنم و my animal dot
ایج سنش رو هم برابر 10 میذارم. خب بیایم یک بار اپلیکیشنمون رو اجرا بکنیم و یک لاگ بزنیم مقدار سن انیمالمون رو یا اسم انیمالمون رو یا وزن انیمالمون رو. یک متغیر رو من در اینجا تعریف میکنم و یا اینکه من قصد دارم یک متغیر رو تعریف کنم که در کل کلاسم قابل دسترسی باشه. این بار میام مینویسم private در همین کلاس launch activity private string tag info مساویس با launch activity. برای لاگ زدن میخوام از این تگ اینفو استفاده کنم. خب ببینید من این متغیر رو درون این کلاس تعریف کردم و پرایویت هست. پس این متغیر در کلاس های دیگه مثل کلاس انیمال قابل دسترسی نیست، اما در تمام این کلاس قابل دسترسی هست. اگر من اینجا یک متدی رو بنویسم و این متد هم پرایویت باشه، به عنوان مثال پرینت اسمش رو بذارم void باشه خروجیش و print string message و قصد دارم log بزنم log.i tag info، ببینید که به متغیر tag info الان دسترسی دارم و message. به همین سادگی یه متغیر یک متد نوشتم، متد print، که متنی رو که میخوام لاگ بزنن رو از این متد پرینت استفاده میکنم. خب اگر من این متغیر تگ اینفو رو به جای اینکه در اینجا در کلاس لانچ اکتیویتی تعریف بکنم، این متغیر رو من بردارم و درون این متد تعریف بکنم، میبینید که این متغیر دیگه فقط اگر من اینجا بیام لاگ بزنم هیچ مشکلی نداره. تگ اینفو حالا به عنوان مثال میخوام my animal.name رو لاگ بزنم. خب میبینید که تگ اینفو قابل دسترسی هست درون این بلوک، چون من این متغیر رو درون این بلوک تعریف کردم، پس فقط درون این بلوک قابل دسترسی هست و دیگه درون این متد من به تگ اینفو دسترسی ندارم. اما اگر قصد داشته باشم پس یک متغیر رو تعریف کنم که در کل کلاسم بتونم ازش استفاده بکنم، بایستی درون کلاس درون این بلوک کلاسمون تعریفش بکنیم به این شکل. و این بار میبینید که دیگه من تگ اینفو رو هم درون این متد آن کرییت میتونم بهش دسترسی دارم، هم درون متد پرینت بهش دسترسی دارم. خب به صورت پیش فرض اگه من سطح دسترسی براش تعیین نکنم پرایویت هست، ولی خب میتونیم هم بنویسیم پرایویت، و چون پرایویت هست خب در کلاس های دیگه هم قابل دسترسی نیست. خب اما قصد دارم پرینت کنم، پرینت مای یا نیم آف مای انیمال ایز مای انیمال دات نیم. مقدار نیم رو برابر داگ قرار دادم و این بار پرینت کردم، دارم پرینت میکنم my animal name of my animal is my animal name. میخوام لاگ بزنم، خب سنش رو و وزنش رو و اینجا هم چون متغیرهایی که در کلاس انیمال تعریف کردیم سطح دسترسیشون پابلیک هست، و میتونم بنویسم my animal dot name, my animal dot age, my animal dot weight. بسیار خوب، یک بار لاگ بزنیم، یک بار برنامه رو اجرا بکنیم و ببینیم که آیا این مقادیری رو که ما برای این شیمون
تعریف کردیم، نیمش رو، سنش رو میتونیم در اینجا مشاهده بکنیم یا خیر؟ خب من تگ لانچ اکتیویتی رو هم جستجو میکنم و در قسمت لاکت میبینید که my name of my animal is dog، سنش برابر 10 هست و وزن برابر 0. چرا وزن 0؟ چون که ما وزنش رو تعیین نکردیم به صورت پیش فرض، چون متغیر ما وزن از نوع اینتیجر هست و به صورت پیش فرض مقدار 0 رو داره. خب اگر من درون این کلاس بیام برای وزن یک مقدار پیش فرض 30 رو قرار بدم، اوکی، و این بار پروژم رو اجرا میکنم، درون این کلاس متغیر وزن رو به صورت پیش فرض مقدارش رو 30 قرار دادم، یک بار پروژه رو اجرا می کنم و این بار برای من می نویسه weight of my animals 30. خب اما اگر بیام درون این کلاس بنویسم my animal dot weight مساویس با 50 و این بار برنامه رو اجرا بکنم، این بار در لاکت، در قسمت لاکت وزن مای انیمال رو برابر 50 قرار میده و دیگه اون مقدار پیش فرض نیست. خب یعنی پس من از درون این کلاس تونستم مقدار وزن این انیمال رو تغییر بدم. خب من نمیخوام این کارو بکنم، من نمیخوام کسی بتونه مقدار از جای دیگه وزن این مقدار این وزن رو تغییر بدم، میخوام این مقدار این وزن همیشه 30 باشه. قصد ندارم در کلاس های دیگه و اگرم قصد داشته باشم تغییرش بدم، میخوام درون خود همین کلاس. پس یعنی تو میگی که میخوام این متد پرایویت باشه، این متغیر، بله میخوام این متغیر پرایویت باشه و از این کلاس قابل دسترسی نباشه مقدارش تغییر بکنه. خب مقدارش رو نمیتونم تغییر بدم، اما میبینم مقدارش رو هم نمیتونم بخونم. برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم ما میایم درون کلاس به جای اینکه متغیرهامون رو پابلیک تعریف بکنیم، همه متغیرها رو بنده میام پرایویت تعریف میکنم و برای اینکه بتونم تعیین بکنم آیا من قصد دارم برای این متغیر مقداری رو از جای دیگر ست بکنم یا نه فقط قصد دارم مقدار این متغیر رو از کلاس های دیگر بخونم، میایم متد تعریف میکنیم، متد های get و set تحت عنوان getter و setter میشناسیمشون. مثلا من میخوام برای متغیر name یک متد set تعریف کنم، کافی بنویسم public باشه، خروجیش قرار void باشه و set name یک ورودی بگیره string value و کار این متد این هست که نیم رو من دیگه درون این کلاس دسترسی دارم به مقدار نیم، مقدار value رو درون نیم برای من میخوام قرار بده به همین سادگی. خب اینجا میبینید که برای من دیگه خطا، من دیگه نمیتونم مستقیما به متغیر نیم دسترسی داشته باشم. به جای اینکه بیام این کار رو انجام بدم، اینها رو پاک میکنم و این بار مینویسم my animal dot set name dog یا به مثال cat، اما نمیتونم مقدارش رو بخونم. برای اینکه بتونم مقدار نیم انیمال رو، این شی رو، این آبجکت رو هم بگیرم، کافی یک متدی رو دیگری رو در این کلاس تعریف بکنیم که یک مقدار استرینگ رو برمیگردونه و اسمش رو من میذارم get name. میتونید هر چیزی بذارید ولی استاندارد این هست که ما به این شکل نامگذاری میکنیم: set name، get name، setter و getter. ورودی رو نمیگیره اما برای من مقدار نیم رو
ریترن میکنم و این بار میام در کلاس لانچ اکتیویتی به جایی که بگم my animal dot name بخوام مستقیما به متغیر نیم دسترسی داشته باشم نمیتونم، اما میتونم بنویسم get name. متد get name چه کار میکنه؟ میاد مقدار نیم رو برای من برمیگردونه. همین کار برای سن و وزن هم میتونم انجام بدم. قصد دارم برای سن هم همین کار رو بکنم. این بار برای سن میخوام که یک متغیری ورودی از نوع اینتیجر بگیره و ایج رو مساوی ولیو قرار بدیم و نهایتا هم اینجا بنویسیم get age و یک مقدار اینتیجر رو برای ما برگردونه، متغیر ایج رو مقدارش برای ما برگردونه. اما برای متغیر وزن من نمیخوام کسی بتونه خارج از کلاس انیمال براش مقداری ست بکنه، و اگر مقدارش حالا به صورت پیش از 30 هست 30 بمونه، فقط میخوام مقدارش رو بگیرم. پس من خود این متغیر رو پرایوت تعریف کردم و فقط براش یک گتر می نویسم پابلیک اینت گت ویت و ریترن ویت. به همین سادگی. بسیار عالی. در اینجا به جایی که می نویسم مای انیمال می نویسم گت ایج و اگر قصد دارم به وزنش دسترسی پیدا بکنم کافی می نویسم مای انیمال گت ویت. خب میخوام برای سن این انیمال یک مقدار ست کنم برای این مای انیمال، این شیئی که اینجا ساختیم. میتونم بنویسم مای انیمال دات ست ایج، مقدارش مثلا 12 قرار میدم. اما دیگه من نمیتونم بنویسم مای انیمال دیگه ست ویت رو من نذاشتم و به خود ویتر هم دسترسی ندارم. پس میبینید که دیگه خارج از کلاس انیمال من نمیتونم مقداری رو برای وزن تعیین بکنم، اما میتونم مقدار وزن رو بگیرم و نمایش بدم. خب یک بار اپلیکیشنمون رو اجرا میکنیم و این بار نتیجه رو میبینیم. بایستی نام این حیوان ما مای انیمال به کت تغییر بکنه، سنش شده باشه 12 و وزنش همون 30 هست. به همین سادگی. خب من از این کلاس میتونم اشیای دیگری رو هم بسازم. یک کلاس انیمال داریم اما میتونیم اشیای دیگری رو هم بسازیم. به عنوان مثال من میخوام یک شیء دیگری رو بسازم تحت عنوان your animal. کافی بنویسم مجددا animal your animal مساوی با new animal و مینویسم your animal dot set age رو برابر 20 قرار میدم وزنش رو و می نویسم your animal dot set name-ش رو dog می زارم. وزنش رو ما بهش دسترسی نداریم. وزن تمام حیواناتی رو که ما همون اشیایی که از این کلاس می سازیم در حال حاضر همین مقدار پیش فرض 30 هست و اگر قصد داشته باشیم تغییرش بدیم باید درون این کلاس این تغییر رو اعمال بکنیم. ولی من نمیتونم خارج از اون کلاس مقداری رو برای وزن تعیین کنم، چون متغیر وزن پرایویت هست و متد ستر هم براش تعریف نکردیم. اما برای نیم و ایج من هم متد ستر گذاشتم هم متد گتر رو گذاشتم. هم میتونیم به مقدار نیم دست پیدا کنیم و هم میتونیم مقدارش رو از خارج از کلاس انیمال تغییر بدیم. کافی یک شی ازش بسازیم و حالا براش نیم رو ست بکنیم یا سن وزن رو سن رو ست بکنیم، ایج رو ست بکنیم. خب این بار میام متد پرینت رو هم یک تغییر میدم و به جای اینکه ورودیش رو بگم یک استرینگ باشه میخوام ورودیش رو انیمال بذارم. animal
و به جایی که این کار رو انجام بدم میخوام لاک بزنم. animal بمان سوال animal name animal dot get name به علاوه که این کارو بکنم به علاوه که animal age به علاوه که animal dot get age و به علاوه که animal weight animal dot get weight. پس متد پرینت هم رو یک تغییر براش اعمال کردم. حالا میتونم اینجا این به علاوه ها رو هم بیارم پایین یا این رو هم بذارم اینجا و این قسمت به این شکل. متد پرینت رو یک تغییر دادم که فقط انیمال رو بگیره، یک آبجکت، یک شی از کلاس انیمال، از نوع انیمال، مثل حالت استرینگ تعریف می کردیم. حالا من یک متغیری رو دارم از نوع کلاس انیمال. قبلا یک متغیر از نوع استرینگ داشتیم، از نوع بولیان داشتیم، از نوع اینتیجر داشتیم. این بار یک متغیری رو تعریف کردیم مثل اینکه از نوع انیمال هست. ورودیش یک انیمال هست از کلاس انیمال و میاد حالا یک سری پروسسی که قرار انجام بده، نیمش رو میگیره، ایجش رو میگیره، وزنش رو میگیره و نهایتا به این به صورت یک رشته به این فرم برای من لاگ میزنه. خب کافیه اینجا بنویسم print my animal print your animal، به همین سادگی. و یک بار اپلیکیشنم رو اجرا میکنم و نتیجه رو مشاهده بکنیم به چه صورتی خواهد بود. animal name cat، age 12 و وزنش برابر 30 هست. و your animal لاگ دوممون dog هست، سنش 20 هست و وزنش هم برابر همون مقدار پیشفرض 30 هست. پس ما در این جلسه یاد گرفتیم چطور یک کلاس بسازیم، درون این کلاس متغیرهایی رو تعریف بکنیم، متدهایی رو تعریف بکنیم، چطور از روی این کلاس یک شی بسازیم با استفاده از کلمه کلیدی نیو و به متغیرها و یا متدهای کلاسمون با توجه به سطح دسترسی پرایویت و پابلیک دسترسی داشته باشیم، مقدار متغیرهامون رو تغییر بدیم یا از متد برای تغییر مقدار متغیرها استفاده بکنیم، از متدهای ستر و گتر، متدهایی که خودمون نوشتیم. اما این شیوه نوشتن یک کلاس به جای اینکه ما متغیرهامون رو پابلیک تعریف بکنیم پرایوت تعریف کردیم و به جاش برای هر متغیر یک متد ست و یک متد گت گذاشتیم. متد get مقدار متغیر رو برمیگردونه، متد set یک مقدار رو برای متغیر ما set میکنه. حالا ممکنه من به عنوان مثال در همین مثال پروژه‌ای که داشتیم و کاری که انجام دادیم میخواستیم مقدار متغیر وزن از خارج از کلاس انیمال قابل تغییر دادن نباشه، ببینید براش من متد set رو دیگه در نظر نگرفتم، اما یک متد get رو براش در نظر گرفتم که مقدار متغیر وزن رو برای من برگردونه، به همین سادگی.
بسیار خوب، انشالله ما در جلسات آینده به بحث روابط بین کلاس ها، اینترفیس ها، مفاهیم ارسبری در بحث شگرایی خواهیم پرداخت. امیدوارم این جلسه مفید واقع شده باشه. حتما سعی بکنید یک کلاس رو در پروژتون ایجاد بکنید، براش یک سری ویژگی هایی رو مشخص بکنید، یک سری متغیرها رو تعریف بکنید، متد هایی رو تعریف بکنید، این کلاس ازش یک شی بسازید، برای این شیتون یک سری ویژگی هایی رو تعیین بکنید و نحوه بکارگیری سطوح دسترسی رو به صورت کاملا مشخص و ملموس حس بکنید. تا انشاءالله در جلسات آینده به سایر مفاهیم بحث شیگرایی بپردازیم. خسته نباشید و خدا نگهدار.